پادکست. امروز ما شارگشت برآمدیم و تمام جاهای زیبای پاکستان رو شما دوستا در تصویر میکشیم و همراه ما یک دریور است، دریور پاکستانی است، بسیار یک آدم خوب. ستاهم که وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے. آپ کی یہ سٹائل بھی بہت اچھی ہے، یہ موچی والا نا بروتائی دوسرا بخول ہے یہ موچا، مگر میرا کوئی نئی موچی ہے نئی ریش ہے یہ کوسا ہے. میرا پرابلم کیا ہے جی، آپ کو پتا یا نہیں؟ چیز ہے شاد است، یک قسم سو مست است. تو برو بگو نمیخوره بایی، نمیخوره ایره چرا کم بگو؟ کوئی بار ایسا ہوئے ہے وہ آپ کو بیٹ کریں گے؟ تاس پکور کے کار کبھی؟ ہاں کار کبھی چھے کارونہ کبھی برطان مانج کبھا روٹی پک کڑے چھے ہونے این از سایزیز میگن مردا زور هستنو که پاسلن. از این دنیای بی پای و سر هموطنان عزیز، سلام و وقت شما بخیر، آرزومند هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. امروز آب هوای پاکستان بارانی هست، آب هوای خیلی سرد است و فیصل میبینه قولا را میلچ کده، میخواهی که دمی هوای سرد لذت ببره. فیصل سلام. سلام و وقت همه شما دوستا و نازنینا بخیر. دوستای عزیز، فیصل مدرس همراه با رفیع صدیقی در شهر زیبای اسلام آباد در پاکستان قرار داریم و امروز میفهمین مسئله برنامه یا سوژه برنامه ما چیه است. امروز ما شارگشت برآمدیم و تمام جاهای زیبای پاکستان رو شما دوستا در تصویر میکشیم و همراه ما یک دریور است، دریور پاکستانی است، بسیار یک آدم خوب، بسیار چاد میه. میرا پتہ نہیں ہے اس کو فارسی آتا ہے یا نہیں، تو رفیع بھائی ہمارے ساتھ ہے، رفیع ہماری اردو جو ہے اس کو ترجمہ کرے گا. دوستو عزیز، ہمرو دریور بسیار ایک آدم خوب است. برش گفتیم که مثلا ما میخیم شارگشت بریم، چقدر پول میگیری؟ باز گفت بیاین شما میمونای ما سن، شما را متشکر میبرم. باز ما آخر گفتیم که نه رفیع جان، یک پیسه هم میتین دیگه که زحمت کشیدیم. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ اچھے الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عامر ہے جی. عامر، واہ واہ، کیا بہت اچھا نام. بگاس کچھ ہستی، آپ کہاں سے ہو؟ ہم راوی مری کے ہیں بھائی. مری تو بہت اچھا جگہ ہے جی، میں اس کو دیکھا ہوں، بہت اچھا جگہ ہے، بہت خوبصورت ہے. اور وہ لوگ کا وہ کیا بولتے ہیں، مری کا لوگ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ جیسے. آپ کی یہ سٹائل بھی بہت اچھی ہے، یہ موچی والا نا بروتائی دوسرا بخول ہے یہ موچا، مگر میرا کوئی نئی موچی ہے نئی ریش ہے یہ کوسا ہے. میرا پرابلم کیا ہے جی، آپ کو پتا ہے یا نہیں؟ نہیں جی. خب دوستان زیادتر از مثلا سوال کرده بودن چرا فیصل جان ریش نداری. والا دیگه ندارم، حال که نداشته باشم از جو پیدا کنم. یکون دوگکا هست فیصل بر ریش ریش داری؟ من نه من تو خدایی از مامتر خدایی ریش قوی داره. یکم بر خود مجبور هستم چی کنم؟ قرض بتم میشه؟ والا میشه. دوستان در پاکستان هستم و واقعا سو جای زیبا داره، یعنی برای کسایی که بخواین چکر بین جای خوب است. جای بسیار خوب است، اسلام آباد بخصوص بسیار مقبول است. دیگه جای هم مقبول است که باز اسلام آباد زیادتر. فیصل، بیا یک قصه جالب تکو از پاکستان. از پاکستان قصه جالب نکنم؟ آها، والا تو کنم قصه جالب نبود. خو یک دمی روزی که پشت خودت آمده بودیم رفیع جان که خودت بگیریم بیاریم، آها، دیگه کم منتظر بودیم. ما دیگه تو شو دوستا که پرواز رفیع جان ساعت چند بجه بود؟ ساعت های یک و نیم بجه ما از افغانستان حرکت کردیم. یک و نیم حرکت کرده بودی، دو نیم بجه تیاره نشست میکرد، سه بجه باید میبرامدیم. سرما ناوخ شد که دریور یک جای حادثه کرد، دریور گفتم زود برو که رفیقم منتظر نمونه. تو اینکه خدا پیش رفیع جان هستن، یک وقت دیدیم که رفیع از ما بهتر رفیع نوار. من خودم هر جایی میتونم وقت میکنم. ببین که از امروی استاد ما صحبت بکنیم. استاد عامر، هم کو یه بتاییه که آپ نے افغانستان کو دیکھ لیا یا نہیں؟ بھائی دیکھا، میں 2006 میں گیا تھا، 8 میں واپس آیا تھا. کابل قندھار سارا گھوما انشاءاللہ. کابل قندھار، ہاں، ٹیمپو چلاتا رہا ادھر. 2004 در کابل بودم، 2008 اومدم پاکستان. کابل قندھار کل جای دیدیم. افغانیوں کے بارے میں بتاؤ، افغانی لوگ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں وہ لوگ.
آپ کے فارسی آتا ہے؟ بس گزارا کر لیتا، توڑ پھوڑ کر لیتا یار. فارسی کیا بزن آتا ہے؟ فارسی شاپ تو وہ کوئی اچھی رہی یاد دوری تھا. فارسی اچھی. آپ نے فارسی لینگویج میں کیا سکھایا؟ کیا نہیں سکھایا جی، کچھ بھی نہیں. پشتو کے کتنا؟ پشتو آتا ہے بس، پشتو کا گزارا کر لیتا. تو بھائی جی ہم کو یہ بتائیے، جب آپ قندھار میں چلا تھا اور کابل میں، یہ قندھار اور کابل کے بیچ کون سی جگہ بہت اچھا تھا؟ ہم زیادہ رہا ہے بھائی جلال آباد میں. ٹھیک ہے، مائک آیا ہے جلال آباد کا مائک کیسا؟ کتنا اچھا مائک ہے، دو سال رہا ہے بس جلال آباد میں. واہ واہ واہ، جاتا تھا. آپ کے کام کر لیں گے آپ وہاں سے، یعنی افغانستان جب آپ نے جاتا تھا وہاں پر کیا کام کیا تھا؟ میں گاڑی چلاتا تھا وہاں پر، ڈمپر بھائی موتر دوان بودم دریوار بودم جلال آباد تک. روڈ ڈبل ہو رہا تھا نا، روڈ کا کام لگا ہوا تھا. تو یہ ہم کو یہ بتائے، افغانستان کے وہ جو شادی کیا جاتا تھا اس کی شادی میں ہم گئے تھے یا نہیں؟ میں اس نے گیا. تو یہ پاکستان میں آپ کوئی دوست موس کا شادی ہے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہے شادی کوئی. مجھے بہت میرا من کر رہا ہے یہ پاکستان کا لوگ کا کسٹم، آئی وانٹ سی دیئر کسٹم. آپ کو انگلش آتا ہے؟ نہیں. میں بہت چاہتا ہوں اس کا کسٹم کو دیکھ لوں، اب پاکستان کا کسٹم کتنا، یعنی رسم و رواج. رسم و رواج کہیں گے نا بھائی کو انشاءاللہ. ہم افغانستان میں جب کوئی کسی کا شادی ہوتا ہے تو بہت ڈول ہو جاتا ہے، بہت مصرف. افغانستان میں فائر ہوتا ہے، ڈم ڈم ڈم، یا بھی ہوتا ہے. اور وہ شاید کہ فیصل ہوتا ہے سکت اتاق استراحت بدیم. دوستو عزیز ہم رفی جان در اتاق استراحت بدیم، یک دفعہ صدای دم 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 فائر آمد. فائر نبود البته، پتاقی بود. رفی دیگه رنگش صفیق بود. حالا فیصل جان چی گپ شد؟ حالا حالا من چه راحت باش اینجا. اینجا یه پاکستان میں بہت رسم رواج ہے نہیں پٹاخی؟ جی جی سر، شدیم. ما چند سال پیش خانه ما نزدیک می اوتلای مشهور کابل که هست به سرک میدان هوایی اینجا بود، اوجا بازدادت کرده بودیم. هر شب وقتی که ساعت یک بجه شب میشد تا که فایر نمیشنیدیم، ما خوابم رو نمیبرد، عادت کرده بودیم. باز چند وقت دیگه که دور شدیم از اون منطقه، از اون چیزا ترسنده شدیم. حالا یادت هست خودت در محفل نامزدی اولین دفعه که امو پتاقی را که ما صدایش شنیدی چطور ترسیده بودی؟ خب دوستای عزیز، طبعا آدم میترسه صدای هدف عجیب غریبه بشنوه. دیگه امروی استادم، استاد امرام زیاد قصه کردیم. شما دوستان ارزو دارم که از برنامه‌ای که با شما دوستان تهیه میکنیم خوشتون بیاید و ما امروز شارگشت برآمدیم و شما جای زیبا رو نشون میدیم و پاکستان متوجه شدید رفیجان بسیار سرسبز است. بسیار فوق العاده، خیلی چی میگن مقبول است، جای زیبا داره و لحاظ تصویر چشمی بسیار مقبول معلوم میشه. من نمیفهمم که تصویرهای کمره ما خوب تصویر میته نمیته. میریم دوستا یک چند تصویر از سرکایی که ما هم یال دیش هستیم شما ببینین و ادامه برنامه رو همچنان بیننده باشین. بله، اینکه ما امروز شارگش به کجا کجا ها میریم در اسلام آباد، شما ایزا بیننده باشین. فیصل جان، ینگ ما چطور است؟ ینگتون خوب است شکر خدا. اول شدار اول شدار شکر خدا. معمولا که ما استراحت می باشم حتما نگه صحبت می کنیم، زیاد ندیدیم و تقصه می کنیم خدا. والا ما هم تا از کلانا شدیم میگه تو زیاد
خدا شیرین نسو زن زیاد گپ نزن ها خدا بزن نشنون نبینه کار نخه همین گپ های که کلانا میگن باز ما گپ های زور احترام هم دارم قبول هم میکنم یکی از گپ های کلانا رو دیشب چی هم کنی خدا نقل قول نقل قول جای دیگه یکی از همین استاد لالا غفور یا شاید برنامه ما رو بینه گفت فیصل جان هیچ وقت زنها رو نناز بده نمرشون زیاد گه بسن باز نازدانه میشن و این میشن حالا بار میفهمن تجربه دارن دیگه خوب است شکر خدا امرشون یکان وقت گه میزنم دیگه خوب استم میدم رو دو استاد بدانیم آرسی کدن یعنی چی ابن شادی کیا ہے یا نہیں جی بھائی میں نے شادی کیا اور بچے کتنا ہے بچے اللہ زندگی دے ایک بچہ ہے او یعنی اپ لوگ افغان لوگ کا قسم نہیں ہے افغان لوگ جب شادی کیا جاتا ہے تو اس کا 5 6 یہ تو اللہ کا کام ہے نا جی یعنی کار خداوند از نصیب قسمت است کتنا کال کر شدہ کتنا سال ہوا ہے 7 سال ہو گیا بھائی شادی کو 7 سال سات سال هفت یک دو تین چهار پنج چه سات آه هفت سال ده هفت سال یک اولاد باز خدا یار جان اقمانه اینا خوب نیست همی قصه را در پیش دیگه کسا بکنه در با اما یک خطاز بیاد اقمانه اونا خدا همی ارسی که میکنن هفت و هشت و هشت و یک مطلب بسیار مشهور داره افغان ها میگن چی لنگرش زمین میورداره روزیش خدا میتونه زیر آسمان خداست دیگه یک پاره میگن خب درست از خداوند روزی رسان است ولی تنها مسئله روزی نیست رفی جان باشه که جنبا زیاد است مسئله روزی نیست مسئله تعلیم است مسئله درسش است مسئله خیلی مسئله دیگه است باید بتونه یک پدر و مادر به همه نیازمندی های فرزنداش رسیدگی کنه و بعد از او این بسیار مهم است و این امر که شده بود مثلا در زمانهای قدیم از طرف حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم که شده بودی به خاطر ازی بود که او اخ مثلا مردم کم بود باید امت پیامبر یا مسلمان ها باید زیاد باشن تعدادشان ولیکن حالا خب فرق میکنه دیگه حالا خب مسلمان ها زیاد هستن مردم زیاد هستن باید ما کوشش کنیم که بعد تعلیم و تربیتشون برسیم بله امیر جی اب بتایی اب نه بود زور ہے ہماری وہ کہ بابی ہماری بابی یا اپ بس زور دونوں میں ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ دے اولاد دینے والا رب ہے بس نہیں جب وہ بولتا ہے یہ سودا کو راو رو لاو رہا یعنی جب ہماری بابی آپ کو کھال کرے نا کہ یہ چیز ضرورت ہے اس کو گھر میں آ جاؤ یا آپ کے ساتھ اس کو آپ کے ہمارے راو رو تو یعنی وہ آپ مان جاتے ہو ہاں ماننا پڑتا ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے ایک دوسرے کی بات مانیں گے تو زندگی چلے گی نا کوئی بار ایسا ہوا ہے وہ آپ کو بیٹ کریں گے تاس پکور کے کار کبھی ہاں کار کبھی چھ کارونه کے برتن مانج کوا روٹی پک کڑے چھ ہے نا دوستا میگن مردا زور ہے سنوں گا پاس لان نہیں بین کہ دوستا ما ایک جائے کہ رسیدن سودا میرے بہت زیاد تھینک یو اللہ خوش رکھے بھائی اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جدر از اون دل دمی برنامه ما و فیصل آمدیم ادامه شارگشت بله ما و فیصل آمدیم در یک منطقه بسیار دور و اینجا دوستا در بک‌گراوند میبینن که یک جنگل بسیار خوب بود که ما و فیصل رو گشتیم ولی کن زیاد تصویر نتونستیم گرفته چون باید میگروختیم بریم اون طرف بریم اگان تصویر خوب بگیریم واو واس پسایی که فیصل معلومه شما نمیخوام با دوستا بریم پیش هست بریم اول میریم پیش هست باز میریم پیش هست هست با دیگه طرف چی اگه هست با کلان هست میاریش هست دایی هست خوب فکر نکنم بالا شدن بالا نمیشه فقط همه که فقط میبینیم شد همه قدر که ببینیم شما مقام کمه نیست خواه او هست چی شده بازش خراب است تکه تکه هست کارش میگیری موبایلش رو نگران برو یک پیش هست برو پس بیا 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 تام بیا دوستان عزیز من میرم پیش هست یک هست تو بسار خطرناک هست ای بایی یک منت بایی دوستان ببینید
دوستان عزیز، اینی اسب است که ما آمدیم پیشش. فیصل برو کتش گپ بزن. ماشاءالله بوتا چیه جی؟ اسب چی دست؟ شاد است؟ یک سمسا مست است؟ تو برو بگو نمیخوره؟ بایی نمیخوره؟ اینه چی را خواهد؟ هم بود، حالا یه اسب سار مستیز بود خطرناک است بود چقدر کلان است، چقدر قوی است. اسب زیاد دیدیم ولی درست است که مثلا اسبای قطغن زمین و اسبای مزار و یا اسبای قوی است، ولی یه اسب زیاد قسم از این شاه اسب بود. خب بریم اینم طرف غروب هفته و غروب هفته رو ببینیم. یا بریم اما تو پیاده پیاده ده که درست است. همینجا چند تصویر دوستا قسمی که شما میبینین هم یاله چقدر مقبول مولو میشن این فیصل؟ بسی شکل زیر خوب بگی با دوستان شریک بسازیم با دوستان نشان بتایم. خب دوستای عزیز، نزدیک شام شده، روان است و ما باید طرف اتاق بریم دیگه. خدا کنه که برنامه ای که به شما ایزو تیار میکنیم خسته کن نباشه. امروز از برنامه ای گفتیم خوراک و بازار و چکر، یا کنه یک برنامه چی میگن؟ واکینگ داشته باشیم، قدم بزنیم، جگینگ و واکینگ داشته باشیم، همچنان شارگشت داشته باشیم. شارگشت داشته باشیم، اینجا بسیار دور است از خود شهر اسلام آباد پاکستان و خیلی مسافه زیاد از این طرف ها آمدیم تا ای که ما یک چند دقیقه قدم بزنیم. و همین خود پیادگشتی هم بسیار خوب است فیصل، خودش ورزش است. امروز ما نتونستیم دوستا با فوتبال بریم، فیصل جا جگرخون بود که چرا فوتبال نرفتیم و فوتبال رفته نتونستیم. ما گفتم یادر همین خودش مقام کم نیست، همین خودش یک ورزش است. او فیصل تو بیا دمی آب و هوا یک زمزمه کو بچش. بچش دیگه دایت وقت ما رازی اخ سیاخ زد از اخ زمزمه کو. تو والا اصل لذتش دمی است. نه والا. یک هندی مشنایم است. مودش نیست. یک هندی مشنوی؟ خان خیک تو بخون باز ما میخوام. ما قیاط ندارم موتر نزنه ما را چه رقم تیر شوی مال. خامی همین سرک میریم دیگه. نه خوجا باید تاکسی بگیرم نه. هر پسانتر میگیرم به خاطر که هموطنام قصه های ما را بشنون. خب یک زمزمه کو فیصل. زمزمه؟ آه هنگ هندی. من یه چون قرار خمان زمزمه هستی؟ من یه دوست دارم دیگه. تو بخون تو وقت من یادم نیست. فعلا یادم نیست. هندی هندی یاد داره سوچه. تا ایگه همینه که میخوانی همینه بخون. سوچتا هون که وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچه تا ہو گئے. اون روز شب دیگه دوستا جالب چی بود که فیصل آمد بچه از من کده خوش خوانده نمیتونی. آمد یک برنامه‌گاه بود، کاروکه بود میکرد، میکردیم کاروکه کردیم، خودش که تا آخر شد گفت حالا نه پشت ده نیگو اصلا نه دسکورم از یاد بودم نه خود غلط غلط میخوندی نگو که باز ویدیو هایی تاست جریان برنامه مندازم نه اندازی نه اندازی یاد که مردم وایس ها را انداختن آن ویدیو ها راست میگیم. چطور سرد از خونه نمیخوری فیصل؟ من بسیار پشیمان هستم چون کرتی من آوردیم بخواد. ما خبرت گفتم نمو اتاق بیادر یک چیزه که گرم بپوش. یک آهنگ است میگه بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی در دوبه اندازه دارد، لا 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 دلم چندان خراب دید ازش که نه دیوارونه دروازه دارد. خدای ما خدای ما خدای
او خدایم بگوشت میره صدای او صدایم آیا صدایم از این دنیای بی پای و سر. دوست ما ترسیدیم تلفیل چور که خیلی پرده که کتا بخدا ما خوب است که باز ما میبینیم تصویر پشتر خدا خوب دیده بودی اگر من فکرم نمیشد میبردش نه این توریگک میگیریم خیلی گک بادش میبینیم زدم یه آهنگ ما یه دوستا کنم تکسی بگیریم بریم که کنم تلفون ما رو چور نکنم ها میگی دیگه قصه رو در تکسی بکنیم تکسی میگیریم خب درست است دوستان عزیز شما چند تصویر بگیرین ما تا وقتم یک موتر میگیریم بخاطر ازی که بریم بخیر به منطقه‌ای که زندگی میکنیم عوام خیلی سرد شده و باید زود بریم آها عوام سو مقبول شده نی فیصل فیصل بھائی بھائی چی کون ہو فیصل دوستا ہمارا پاکستان از زمان مادری یاد شد فیصل بھائی کون ہو خب دوستا در یک از بزرگترین پارک های اسلام آباد آمدیم اینجا پارک لیک ویو پارک است یکی از مشهورترین پارک هایی که در اسلام آباد و فامیل های زیاده در اینجا میان افغان های زیاده میان افغانو میان ولی امروز شاید نخواد آمده باشه یک چیز جالب چی است خیلی جای لوکس است شما مقبول است روی ازی کجا خوشم آمد دیگه یگان افغانا وره از سر دیوال خیز نندازیم نری اونجا راگک داره راجستر مقبول باز بریم این که راجسترشن نمیگیرن میگیرن اینا از هر دقیقشون پیسه میگیرن از داخل شدن در پارک جای مقبول جور کردن فضای خوب جور کردن کسی که سرمایه گذاری میکنه باید پول بگیره از این رزیتیش که مشکل نداره الله خواهد یک وقت نکشن ما را چطور از اوجا داخل شدن از زیر مرز نه دیگه انشالا گپ نداره اینجا چیزایی بسا خوب دارن بر بازی اما کشتیگک هایی که ما شما دارین در بند قرغه و در پارک شهر از او چیز هم دارن و دیگه ببینیم که دیگه چی چیز هست با ما باشن اون تصویر رو ببینین دوستا
خب دوستای عزیز، آرزو دارم از برنامه که امروز با شما دوستا تهیه کرده بودیم خوش آمده باشه. امروز ما شارگشت داشتیم و اومدیم به پارک و همچنان جای زیبای اسلام آباد با شما دوستا نشان میتیم و ما رو تشویق کنیم. تشویق داشته باشن، امیدوار هستم که برنامه ها مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ما تشکری میکنم از همه شما، سلامت باشین، منتظر دیدگاه و نظریات شما در کامنت هستیم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.